به نام خدا. دوستان عزیز سلام، سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یه آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو میخوایم در مورد پول آپ رزیستور و پول داون رزیستور یا همون مقاومت بالاکش و مقاومت پایینکش صحبت کنیم و یک مثال عملی رو با هم بررسی کنیم. خب همونطور که در تصویر سمت چپ میبینید، مداری که به میکرو کنترلر یا همون MCU بسته شده مدار مقاومت بالاکش هست. کاربرد این مدار برای زمانیه که ما میخوایم یک ولتاژ یا یک سطح منطقی دیجیتال 1 رو به یکی از پایه‌های میکرو کنترلر بدیم و زمانی که اون پایه رو به زمین متصل کردیم برامون یک کاری رو انجام بده. دلیل اصلی وجود این مدار به خاطر این هستش که ما در دیجیتال دو حالت منطقی 0 و 1 داریم و برای اینکه پایه‌های میکرو کنترلر در حالت شناور و بلا تکلیف باقی نمونه و از ورود اطلاعات ناخواسته جلوگیری بشه، زمانی که نیاز هست اون پایه ورودی میکرو کنترلر تو سطح منطقی 1 باشه، از مدار پول آپ استفاده میکنیم و وقتی که سویچ رو میبندیم اون پایه به زمین متصل میشه و سطح منطقی 0 وارد اون پایه میشه و برای ما اون کاری رو که میخوایم انجام میده. در مدار سمت راست برعکس مدار سمت چپ، مقاومتی که قرار گرفته پایه MCU رو به زمین متصل کرده و در واقع یک صفر منطقی وارد پایه میکرو کنترلر یونیت شده و زمانی که ما سویچ رو آن میکنیم یک ولتاژ 5 ولت و به اصطلاح یک منطقی وارد پایه میکرو کنترلر ما میشه و اون کاری رو که ما میخوایم برامون انجام میده. خب ما در اینجا یک برنامه خیلی ساده نوشتیم که از یک ATmega 16 استفاده میکنه و سه تا از پایه های این میکرو کنترلر رو تعریف کردیم که دوتاش خروجیه و یکیش ورودی. یکی از پایه ها به صورت خودکار شروع به چشمک زدن میکنه و یکی دیگه از پایه ها که در واقع پایه صفر پورت دی هست، زمانی که یک میشه خروجی پایه اول پورت سی رو برای ما یک میکنه و اگر شرط برقرار نباشه دوباره اون پایه صفر میشه. خب حالا وارد مدار میشیم، مدار رو استارت میکنیم. خب میبینید که مدار شروع به کار کرد و پایه اول پورت بی شروع کرد به کار کردن و این LED شروع میکنه به چشمک زدن. در اینجا یک مدار پول آف میبینید که ما با متصل کردن این مدار به پایه ریست میکرو کنترلر در واقع از ریست شدن ناخواسته میکرو جلوگیری کردیم و با اطمینان خاطر این مدار حتی در محیط‌های نویزی هم کار میکنه. زمانی که ما این کلید رو فشار میدیم، سطح منطقی به اصطلاح صفر وارد پایه ریست میکرو میشه و میکرو دیگه کار نمیکنه تا زمانی که ما این کلید رو دوباره فشار بدیم تا مدار باز بشه. خب در این قسمت میبینید که یک کلید فشاری وارد پورت دی شده، در واقع پایه اول پورت دی، و با کمک این مقاومت R2 پول داون شده، یعنی مدار در واقع یک صفر منطقی با کمک این مقاومت وارد پایه پورت دی شده و همیشه پورت دی دیتای صفر رو داره دریافت میکنه. زمانی که ما این کلید رو فشار میدیم، سطح منطقی 1 یا همون ولتاژ 5 ولت وارد این پایه میشه و شرط برقرار میشه و در خروجی پایه اول پورت سی این LED برای ما روشن میشه و تا زمانی که این کلید رو رها نکردیم اون LED برای ما روشن باقی میمونه.
مقاومت مناسب برای پایه‌های میکروکنترلر 4.7 کیلو هست، اما در مداراتی مثل مدارات سیموس و TTL یک محاسباتی داره که خب حالا اگر دوست داشتید میتونید با یه تحقیق کوچیک فرمولش رو به دست بیارید و طبق فرمول مقاومت رو محاسبه کنید، اما معمولا در مدارات منطقی TTL و سیموس از مقاومت‌های 10 کیلو استفاده میشه. حتی بعضی جاها نیاز هست که از مقاومت‌های 100 کیلو و حتی 1 مگا هم استفاده بشه، اما عموماً از همین مقاومت‌هایی که نام بردیم استفاده میشه. خب این ویدیو هم در همینجا به پایان رسید. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.